با درود و سلام، با 21 قسمت از مجموعه رصد و بازنگری خبرگزاری فرق نیوز در خدمتتون بودیم. بخش آخر از این مجموعه 22 قسمتی به جمع‌بندی از مجموعه داده‌ها و آنچه که در این 21 قسمت دیدیم اختصاص پیدا کرده. من در اینجا از مطالبی که به صورت جمع‌بندی تهیه شده روخوانی می‌کنم و برای دستیابی به اسناد و مواردی که در این جمع‌بندی به چشم می‌خوره می‌تونید به 21 قسمت گذشته مراجعه بکنید، چرا که در بخش‌های مختلف اون به صورت مشروح به این موارد پرداخته شده. اسم این مجموعه جمع‌بندی شده رو آتش گلستان هفتم گذاشتیم. سایت فرق نیوز یکی از سایت‌های معاند درویش ستیز از زیرمجموعه‌های اداره فرق و ادیان با همکاری مؤسسه حق پژوهی در استان خراسان رضوی که بودجه آن از سوی استان قدس رضوی و سازمان تبلیغات اسلامی تامین می‌گردد، با هماهنگی برخی از دوستان نادان در میان درویشان، ماه پیش از وقایع تلخ گلستان هفتم اقدام به طراحی و برنامه‌ریزی علیه قطب جلیل القدر سلسله حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده منصوب علی شاه و فقرای سلسله جلیله نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی کرده بود. نگاهی به آرشیو صفحه تلگرام این خبرگزاری و خبرگزاری صوفیه بسیاری از اسناد این توطئه شوم علیه سلسله گنابادی را فاش می سازد. پس از مجموعه 21 قسمتی از رصد و بازنگری آرشیو خبرگزاری صوفیه یا همان سایت فرق نیوز در صدد برآمدیم که قسمت 22 این مجموعه را به جمع‌بندی از قسمت‌های پیشین اختصاص دهیم. مهمترین اهداف نهادهای ضد طریقت گنابادی: 1. ایجاد انشقاق و چنددستگی به عنوان اصلی‌ترین عامل از بین بردن وحدت و اتحاد و همدلی درویشان. 2. دامن زدن به اختلاف نظرها میان مشایخ و مأذونین در برابر قطب سلسله. 3. مطرح کردن موضوع جانشینی دکتر نورعلی تابنده به عنوان مهمترین انگیزه فعالیت این رسانه. 4. به تصویر کشیدن یک چهره سیاسی از دکتر نورعلی تابنده و تأکید بر سوابق پیشین ایشان برای دامن زدن به اختلاف سلیقه های مشایخ و مأذونین با رویکرد ایشان. 5. دامن زدن به دو رویکرد در سلسله: رویکرد سیاسی و مدرن، رویکرد درویشی و سنتی. 6. انگشت تأکید گذاشتن بر پیری و سالخوردگی قطب و مشایخ سلسله. 7. ترسیم چهره همراه و دلسوز با مسئولین نظام از یکی از مأذونین آقای حسین علی کاشانی که دوشادوش فرماندهان ارشد سپاه با دستان گره خورده به امر خدمت رسانی به زلزله زدگان مشغول است. 8. نشان دادن چهره ای متفاوت از حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده در برابر اقدامات آقای حسین علی کاشانی برای رتق و فتق امور سلسله با شرکت در مناسبت‌ها، مراسم‌های سوگواری و برگزاری نماز میت و سفر به شهرهای مختلف. 9. آرشیو خبرگزاری مملو است از تقدیرنامه و تشکر و قدردانی از آقای حسین علی کاشانی و رضا تابنده به خاطر مواضع به گفته آنها روشنگرانه در برابر اقدامات دیگر درویشان و به ویژه اعلان برائت‌های این اشخاص در سخنرانی‌ها و یا در پست‌های صفحات شخصی نظیر اینستاگرام. 10. تشکیک در جامعه فقری با دامن زدن به بحث رویکرد سیاسی و رویکرد درویشی، رویکرد سنتی و رویکرد مدرن. 11. ملقب نمودن برخی از درویشان با عنوان درویش حقیقت طلب در برابر دیگر هم مسلکانشان که در سلسله دست به تخته‌ای دیگر فقرا می‌زنند. 12. دامن زدن به اختلاف نظرها میان برخی از درویشان گنابادی با دیگر مشایخ و مأذونین. 13. پیشبینی برخورد نهادهای اطلاعاتی امنیتی با برخی از فعالان فضای رسانه‌ای درویشان نظیر گردانندگان سایت مجذوبان نور. 14. پیشبینی ضرب و شتم فعالان رسانه‌ای درویشان با عنوان زهر چشم گرفتن از برخی از ایشان نظیر گردانندگان سایت مجذوبان نور. 15.
تلاش بیوقفه و شبانه روزی برای بی‌اعتبار کردن پایگاه مستقل خبری فرهنگی درویشان گنابادی، سایت مجذوبان نور. 16. محکوم کردن فعالیت سایت مجذوبان نور با زدن برچسب همکاری با برخی رسانه‌های خارج کشور نظیر آمد نیوز و رادیو پستو و شبکه جهانی دور تیوی برای آغاز حملات به فعالیت‌های رسانه‌ای درویشان. 17. سوء استفاده از اعتبار برخی از اشخاص در سلسله برای ضربه زدن به مناسبات جامعه فقری. 18. استفاده از واژگان نفوذی و منافق از مواضع و سخنرانی‌های برخی از معزونین نظیر آقای حسین علی کاشانی علیه برخی دیگر از درویشان. 19. انتصاب با آتش سوزی مسجد کوار به استناد سخنرانی آقای حسین علی کاشانی در محکومیت درویشان این شهرستان، ادعایی که هرگز توسط مقامات مسئول مطرح نگردید. 20. نگرانی و دغدغه گردانندگان ارگان‌های امنیتی از حضور اشخاص امین و مورد اعتماد حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه در دولت سرای محل سکونت ایشان. 21. نگرانی از ممانعت حضور اشخاص و چهره‌هایی که وابستگی‌هایی به نهادهای امنیتی اطلاعاتی دارند تا بدین ترتیب ندانند در اطراف دکتر نورعلی تابنده چه می‌گذرد. 22. ایجاد اختلاف بر سر جانشینی دکتر نورعلی تابنده با رضا تابنده از فرزندان افتاب پیشین سلسله حضرت آقای محبوب علی شاه با این ادعا که جانشینی حق قانونی وی بوده است. 23. دامن زدن به اختلاف نظر فعالان رسانه‌ای درویشان با رضا تابنده و حمایت گسترده از رضا تابنده و طرفدارانش در فضای مجازی. 24. ادعای بایکوت کردن رضا تابنده توسط فعالان رسانه‌ای درویشان و بزرگ کردن وی با استفاده از واژگان مولازاده و انتشار ویدیوهای سخنرانی آقای حسین علی کاشانی برای بزرگ کردن مولازادگان. 25. استفاده از واژه خانه سالمندان برای بیمارستان مهر به دلیل رجوع بزرگان و مشایخ سلسله گنابادی جهت مداوا به این بیمارستان با هدف به تصویر کشیدن پیری و ناتوانی و سالخوردگی بزرگان سلسله و در برابر نشان دادن یک چهره جوان و همه فن حریف از مولازادگان و برخی از معزونی نظیر آقای حسین علی کاشانی. 26. نگرانی عمیق و گسترده از وصل شدن جریان‌های اجتماعی و اعلان حمایت‌ها از درویشان گنابادی و زدن برچسب سیاسی به فعالیت‌های حقوق بشری فعالان فضای مجازی. 27. انگشت گذاشتن بر اختلاف مشایخ در سلاسل فقر با هدف ایجاد انشقاق و چند دستگی در سلسله و انشعاب. 28. تحریک فقرا برای اعلان براءت علیه هم مسلکان خود در سلسله با عنوان بیداری درویشان علیه خواهران و برادران ایمانی خود. 29. پیشنهاد واگذاری جانشینی و قطبیت از آقای دکتر نورعلی تابنده به اشخاص جوانتر در سلسله. 30. تلاش برای ایجاد اختلاف میان برخی از مشایخ سلسله با قطب جلیل القدر و حضرت آقای مجذوب علی شاه. 31. معرفی دکتر نورعلی تابنده به عنوان یک شخصیت پیچیده سیاسی که سوابق سیاسی دارد و ادعای آن که به دلیل گذشته ایشان عده‌ای از بزرگان سلسله و فقرا رویکرد ایشان را قبول ندارند. 32. استفاده گزینشی از برخی فرمایشات و سخنرانی‌ها با طرح سوالات هدفمند از برخی از مشایخ و معزونین در سلسله و کاربرد آن علیه عده دیگر. 33. افشای حقد و حسد و کینه نسبت به درویشان بروجرد که شائبه توطئه‌ها علیه محمد سلاس‌ها و محمد راجی‌ها را دامن می‌زنند. 34. زدن برچسب‌های ضد اخلاقی به برخی از درویشان. 35. تشویق و ترغیب عده‌ای مزدور تا در ازای دریافت مبالغی دست به افشاگری علیه درویشان سلسله گنابادی در شهرها و شهرستان‌ها بزنند. 36. منتسب نمودن فقرا و بزرگان سلسله به برخی جریان‌های سیاسی خارج کشور. 37.
سوء استفاده از مواضع تند آقای حسین علی کاشانی علیه عده‌ای از درویشان شهرستان‌ها و سخنرانی‌های ایشان را دستاویز قرار دادن برای سرکوب بیشتر درویشان. 38. ضرب و شتم برخی از فعالان حقوق درویشان و مدیران سایت مجذوبان نور در تهران توسط عده‌ای از درویش نماها با عنوان درویشان حقیقت طلب. درویشان حقیقت طلب به درویش نماها یا دوستان نادانی گفته می شود که خود را منتسب به سلسله گنابادی کرده و در این حال با نهادهای امنیتی اطلاعاتی و رسانه های ضد تصوف همکاری می کنند. 39. پرونده سازی برای برخی از فعالان حقوق درویشان و مدیران سایت مجذوبان نور. 40. تختعی دکتر نورعلی تابنده به دلیل شرکت در مراسم ترحیم برخی از یاران پیشینشان که از چهره‌های مدنی اجتماعی پیش و پس از انقلاب اسلامی سال 1357 خورشیدی بودند. 41. انتصاب رسانه‌های خبری خارج از کشور، شبکه جهانی دور تیوی به مأذون محترم سلسله جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش برای زمینه چینی حملات سازمان یافته علیه ایشان. 42. شایبه ایجاد اختلاف نظر و موضع‌گیری مشایخ علیه مأذونین به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و انسان دوستانه. 43. استفاده از واژه نماینده برای حسین علی کاشانی مأذون سلسله توسط خبرگزاری صوفیه پیش از وقایع گلستان هفتم و حتی پیش از تعیین نمایندگان خمسه توسط مولای معظم حضرت آقای مجذوب علی شاه. 44. تأکید بر حمایت از مواضع رضا تابنده در اعلان براءت‌ها و مواضع وی مبنی بر اغتشاشگر و آشوب طلب، مارقی و خوارج خواندن هم‌مسلکانش در سلسله و محکوم کردن فقرا به دخالت در سیاست. 45. تحقیر بزرگان سلسله گنابادی با انتشار پست هایی با مضامین بزرگان صوفیه گنابادی مشتری ثابت بیمارستان مهر تهران هستند. 46. دعوت به همکاری با خبرگزاری صوفیه و فرق نیوز در ازای دریافت مبالغی پول. 47. تلاش برای به تصویر کشیدن یک چهره سیاسی از قطب جلیل القدر سلسله جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه در برابر دیگر اقطاب. و در پایان انتشار پست آغاز شمارش معکوس پایان رأفت اسلامی درست پیش از حملات لجام گسیخته به درویشان در شب 30 بهمن ماه 96 در گلستان هفتم. در بخشی از این اطلاعیه آمده است بزرگان سلسله گنابادی سالخورده و ناتوان هستند و باید بدانند که هر چیزی حساب و کتاب دارد و بعد از زنگ ورزش زنگ ریاضی است. انتشار این پست نشان از آن دارد که توطئه‌هایی از پیش طراحی شده علیه سلسله و دکتر نورعلی تابنده در دست اقدام بود که با واقعه گلستان هفتم به آن جامعه عمل پوشاندند. Thank you.